بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید در نبض سلامتی ها زندگی با بخش های نسخه سخت و ساز و تازه های طبی همه شما عزیزان خوش آمدید میگم به ساعت دوم برنامه و خدا کنه که در این بخش هم شما ما را همراهی بکنید و معلومات طبیعیتان تان را بیشتر بسازین امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را انتخاب کردیم و میخوایم که در مورد دردهای گردن و علت ایجاد کننده دردهای گردن بیشتر بر شما عزیزان معلومات بدیم که چرا یک تعداد از افراد هستند که مصاب به دردهای گردن میشن آیا بستر خوابشان مشکل داره و یا هم از لحاظ وظیفوی در بدنشان کدام مشکل هست همه این موارد امروز میخوایم صحبت بکنیم با دکتر صاحب خیلی محترم و عزیز که با ما هستن دکتر صاحب عتیق الله متخصص امروز ارتوپدی و تراماتولوژی بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتتون بخیر بسم الله الرحمن الرحیم تشکر شما که دعوت کردین صبح شما و صبح بیننده های عزیز خیر باشه خدا کنه که صبح را به خوشی و صحت مندی آغاز کرده باشه سلامت باشه. من خوشحال هستم از شما امروز در برنامه با خود ما همیشه تلاش میکنیم که معلومات صحی شما عزیزان را بیشتر بسازیم تا شما هم بتونین که در جامعه تان و در خانواده تان زندگی سالم داشته باشین بسته این معلوماتی خیلی جالب بود در مورد آرتروز گردن و یا هم دردهایی که سبب ناراحتی نزد مریضا میشن به خصوص در قسمت گردن همچنان تحقیقاتی که صورت گرفته در مورد دردهای گردن نشان داده که حدوداً 55 میلیون نفوس آمریکا مردمشان از آرتروز رنج میبرند که میتون آرتروز هم در های مختلف بدنشان ایجاد شود و سبب تخریب مفاصل مختلف بدنشان شود اما ای که درد گردن چگونه یک درد هست راه‌های پیشگیریش چگونه هست آیا راه حل داره و یا خیر و کسایی که به این حالت مصاب هستند چگونه تحت تداوی قرار می‌گیرند تمام ما موارد را با دکتر صاحب عتیقالا عمرخیل متخصص امراض ارتوپیدی و تراماتولوژی صحبت بکنیم خب دکتر صاحب حالا خوب است در مورد درد گردن بگوین که چگونه یک درد است؟ خب درد گردن علت و عامل مختلف داشته میتونم حالا خوب است که در رابطه به اعراض و علائم دردهای گردن بر ما معلومات بتین آیا غیر از یک فرد بسیار ناراحت می باشه احساس درد در قسمت گردنش می داشته باشه کدام اعراض و علائم دیگه هم داره یا خیر خب زمانی که یک شخص مراجعه میکنه و از درد گردن شاکی می باشه شرط اولی است که ما باید مشخصا به تشخیص برسیم بله آیا سبب درد در گردن سرویکال است یا ای است که در عضلات گردن است یا هم کدام وفات دیگه است که سبب ناراحتی در شخص شده بح. در صورتی که مثلا سرویکال آرتروز باشه اراز ولای میره که به وجود میاره در نزد اشخاص شخی و درد در ناحیه گردن می باشه که اگر وفات پیش رفته شده باشه یا فشار بیشتر بالای می رشته های عصبی و نخاک ما گفتیم فشار وارد کرده باشه سبب از این میشه که این درد از ناحیه گردن به طرف شانه به طرف بازو و حتی به طرف انگشتا سرایت کنه برای لوازی میتونه که در نزد اشخاص یک سردردی را به وجود که بعضا با مگرین یا سردردی یک نوع خاصی از سردردی است که به من میگرین میشه <متصفيق> با اون هم, <متصفيق> او هم مغالطه میشه نیم سری بله که بعضا با اون هم مغالطه میشه در نزد اشخاص و اکثر این درد در ناحیه اوکسیپیتال یا در قسمت خلفی سر نزد اشخاص می باشه بعض این درد در نزد اشخاص به تختی پشت که اکثران مریض مثلا شکایت میکنه میگه دکتر سر تختی پشتم درد میکنه هم با گردنم میتونه که به طرف قسمت بک یا تخت پشت مریض هم سرد کنه بعض این درد به طرف قسمت بالای سینه هم انتشار پیدا میکنه علاوه بر می از اون میتونه در نزد اشخاصی درد در مندیبل یا در قسمت پایین علاشی پایین, نزد مریض هم سبب درد شده میتونه در صورتی که آفت بسیار پیشرفته شده باشه حتی سبب از این هم که شخص در هنگام غذا خوردن لقمش در قسمت گلونش بند بانه یا دیسفاجیا در نزدی اشخاص هم پیدا شده میتونه بله پس کلا نراز و علای مختلف دارن مختلف دارن حتی بعضا اشخاص شکایت میکنم یک دکتر سه به زمانی که درد گردن نظم پیدا شده صدای ما غور شده یا صدای ما خب شده <تصفح> یعنی سبب ازی هم میشه سبب خب شدن صدا و سبب, سبب خورس نیستن از اشخاص هم شده میتونه بله دکتر صاحب گاه اوقات امی دردها را ما متوجه میشیم که موقتی می در طول یک روز یا دو روز میتونه که کاملا رفع شود و گاه اوقات هم خیلی شدید می که حتما یک فردی که مصاب به دردها میشه نزد دکتر صاحب مراجعه میکنه دکتر صاحب آیا وضعیت خواب و طرز خواب کردن در بستری که ما ازش استفاده میکنیم هم به خاطر ایجاد دردهای گردن نقش داره یا خیر معلوم ما یک را گفتیم خود آرتروز در نزد اشخاصی به وجود میاد که از سنشان از 60 سال به با بالا باشه و در 85 فیصد اشخاص دیده میشه اگر سن مریض پایین باشه در این صورت ما میریم به طرف امراض دیگه هم باید فکر کنیم که چی سبب شده در نزد شخص درد گردن وجود به وجود بیاد خواب شدن به حالت غیر نرمال مثلا یک شخص از همه روزه به یک حالت میخوابه ولی یک روز مثلا جای خوابش نامناسب می باشه یا بالشی را که استفاده می ممکن زیاد پایین باشه پخش باشه یا هم بسیار بلند باشه سبب میشه که شخی ازلات به وجود بیان بله که ایره بنامه مسل سپازم میکنیم یعنی مسل سپازم هم سبب درد در گردن و در تمام قسمت های بدن شده میتونه خود مسل سپازم که از زمان که شخص از یک گروپ خاص از عضلات یک شخص از یک قسمت از وجودش در یک حالت بسیار خاص به شکل دوامدار در امو قرار بگیره سبب مم. شخی میشن که شخص شدن از یا مسل خودش سبب درد میشه و همچنان سبب این میشه که رشته های عصبی که در ناحیه گردن وجود داره اینا را تحت فشار قرار میده در مورد راه های پیشگیری از دردهای گردن معلومات بتین که ما با انجام دادن کدام موارد و رعایت کردن چه موارد میتونیم که به نحو پیشگیری بکنیم از دردهایی گردن خب قسمی که همیشه گفته میشه یک ای اصطلاح بسیار از در میگن که وقایع بهتر از است پس توصیه ما همیشه ای است که به هموطنهای ما قبل از اینکه شما مصاب به یک مرض شوید وقایه کنید بسیار خوب سروی ما قسم که گفتیم تخریب مفصل با پیشرفت سن است یعنی قبل از اینکه شما به خود سرویکال آرتروز مصاب شوید شما باید وقایه کنید به خاطر وقایش اولین قدمی که وجود داره باید به شکل دامدار ورزش کنید چون ورزش سبب از این البته ورزش به شکل استاندارد نه به شکل غیر استاندارد چون نه تنهایی که براتون فایده نداره بلکه سبب پیشرفت یا مو یا سبب تخریبات بیشتر هم در مو یک عضو خاص از بدن شده میتونه زمانی که شما ورزش میکنین سبب نه تنهایی که خود مفاصل بلکه عضلات گردن دخلی. و لیگامنت ها یا مو به هم پای میگن دخلی. که استخوان ها را با هم وصل میکنه یا مفاصل را میسازه سبب تقوی از این ساختمان ها میشن. و زمان که ازالات گردن تقویه شده باشه امو لیگمنت هایی که سبب به وجود آمدن مفصل میشه اینا تقویت شده باشه اجازه ایره نمیته که یک مفصل به زودی تخریب شد کسایی که یک زندگی پسیو یا زندگی غیر فعال دارن ورزش نمی به شکل دامدار همه روزه در نزی اشخاص حتی امکان داره قبل سن 60 سالگی هم دردای گردن به وجود بیاید و سبب ازی که مفاصلی که در بین مهره های گردن وجود داره اینا تخریب شود <applause> و اشخاصی که به شکل دامدار ورزش میکنن به گونه درستش ورزش میکنن سبب این میشه که حتی بعد از سن سالگی تا به 70 تا تا به 75 یا 80 سالگی هم اینا به سرویکال آرتروز یا به مو درد گردن که به اصطلاح بگویم مصاب نمیشن بله قدم اولش ورزش بود قدم دومی است که چیزی که بسیار مهم است که در نزد اشخاصی که در دفاتر کار میکنن اشخاصی که مثلا متعلم هستند درس میخوانن اشخاصی که مثلا با تلفن زیاد سر و کار دارن و حتی در نزد اشخاصی که کسب کار هستند مثلا خیاطی میکنن تمام حالاتی که سر یا گردن به حالت خمیده میباشند یک مطالعه که صورت گرفته بود گفتم میشه که مثلا اگر رأس مریض یا سر مریض به حالت مستقیم قرار داشته باشه ممکن 5 کیلوگرم وزن بالای یا به اندازه 5 کلوگرام وزن فشار بالای گردن باشه به هر اندازه که زاوی سر پایین تر شده میره وزن هم بیشتر شده میشه یعنی اگر مثلا یک شخص زاوی گردنش به اندازه 30 درجه باشه این وزن دو برابر میشه آها و اگر از پایین تر باشه مثلا به 45 درجه برسه سه برابر وزن بالای گردن تحمیل میشه دکتر سای پسی مورد بیشتر کسایی که معتاد فیسبوک هستن معتاد اینترنت هستن بیشتر در نظر بگیرن به خاطر که اکثریت اوقات اینا مصروف موبایل میباشن یا هم مصروف آیپد میباشن و در این اواخر هم والدین هم زیاد آیپد و موبایل و این وسایل بله. تکنولوژی را به دست اطفال قرار می میتن که گاه اوقات سبب ایجاد دردها در گردن اطفال میشن دقیقا ما هم این نقطه را می خواستم اشاره کنم که کسایی که در تلفن مثلا کار می بهتر است که تلفن خود را به شکل روبری یا مستقیما به چشمای خود قرار بتن و گردنشان به حالت مستقیم باشند اشخاصی که مثلا در دفاتر کار میکنن یا مثلا کسب و کار هستند مثلی که ما گفتیم خیاطی میکنن یا اشخاصی که مطالعه مثلا مثلا مطالعه میکنن اینا دیگر راه چاره ممکن نداشته باشه مجبور هستن که یا کار کنن یا مطالعه کنن میشه که اینا مثلا امو میز کاری خود را بلند بسازن یا چوکی که بالای میشه او را پایین تر بسازد تا به دساهی که کار میکنه گردنشان با تا حد هر اندازه که اینا بتانن که مو زاویه خم شدن گردن خود را کاهش بدن به همان اندازه به اینا مفید واقع میشه. تشکر دکتر صاحب در رابطه با راه های پیشگیری دردهای گردن هم بیشتر مورد زیاد را بیان کردن و فکر کنم چند مورد دیگه هم مانده اونها را بیان میکنند و پس از او هم در مورد راههای تداوی و همچنان پیامشان را می داشته باشیم که با شما عزیزان چست. خب قسمی که ما دو مورد را ذکر کردیم یکی گفتیم که ورزش است به شکل استانداردش و در قدم دوم گفتیم که تا اندازی که میتونین در وقت کار یا در وقت استفاده از کامپیوتر و موبایل زاوی خم شدن سرتان رو کاهش بدین تا اندازی که امکان داشته باشه در دا قدم سوم تغذیه است شما وقتی که ورزش میکنین ضرور است که باید تغذیه درست داشته باشین و با تا اندازی که امکان داشته باشه اما جایی که شما استراحت میکنین باید مطابق با حالتی باشه که شما راحت باشین به و اشخاصی که مثلا کسب کار هستن گفتیم که امکان نداره که مثلا مکملا نموزاویه را خم شدن سر خود کاهش بتن اینا بعد از یک ساعت یا دو ساعتی که مثلا کار میکنن حداقل بر 5 تا ده دقیقه هم اینا اگر بالا یک سطح کاملا هموار یا مسطح بخوابن و کاملا قسمت گردن و رأس خود را یا سر خود را استراحت بدن پس حتما وقفه داشته باشند و باید داشته که پشت کامپیوتر هم کار میکنن اینو هم خوب است که امی وقفه ها را در نظر داشته کاملا که زمانی که شما به ازالات گردن استراحت میتین اونا در دوباره انرژی خود را جمع میکنه مم. و فشار بالای خود مهره های کمر کاهش پیدا مهره های گردن کاهش پیدا میکنه و جلوگیری میکنه از تخریب مفاصل خیلی خوب و یک نقطه که بسیار مهم است استفاده نکردن از سیگرت است که خود استفاده کردن از سیگرت هم سبب پایین آمدن سیستم مافیت وجود میشه مم. و زمینه را به تخریب مفاصل مساعد میسازه بسیار خوب در مورد تداویش هم بگیم گرچه یک تداوی یک پروسه تکنیکی است مربوط دکتر میشه ولی به صورت عموم ما گفته میتونیم که دو نوع تداوی وجود داره یکی تداوی کانزروتیو است یا نان سرجیکال یا غیر جراحی و یکی تداوی جراحی است بله. که البته چون وقت برنامه هم کم است نمیتونیم که مفصلا در مورد تداویش بحث بله. کنیم. پس فقط امی مورد دکتر صاحب بگوین که چه زمانی یک فرد حتما نزد دکتر صاحب مراجعه بکنن چون ام. یک تعداد از هموطنان ما هستن زمانی که یک مشکل صحی برشان ایجاد میشه سر وقت مراجعه نمیکنن و میگذارن که مشکلشان زیادتر شد خب یکی از مشکلاتی که ما اکثرا در شفاخانه و در کلینیکا مواجه میشیم است که زمانی که یک شخص مرضشان در مرحله ابتدایی است اکثر اکثر نیچ توجه نمیکنه به اون است و زمانی که خوب سبب تخریب مفصل میشه و آفت پیش رفته میشه دوباره باز اینا دو وقت اینا نزد دکتر مراجعه میکنه که دو حالت از دست دکتر هم چیز پوره نیست بجز از ای که مثلا نمو یا شکایتی که مریض داره همون همو را کاهش بده و سبب ازی شوه که مریض دردش کاهش پیدا کنه و یا برای یک چند لحظه یا برای یک چند روز موقتی اینا از درد درمان امان باشه پس توصیه می است که زمانی که شما مثلا با درد گردن مواجه میشین نه تنها دردی که در گردن است در هر قسمت از وجود اگر شما به درد مواجه میشین چون خود درد یک سیستم دفاعی وجود است تا زمانی که در یک قسمت از عضویت یگافت وجود نداشته باشه درد به وجود نمی پس اگر درد وجود داشت باید به خاطر درمان از درد ما اقدام کنیم تا از پیشرفت آفت جلوگیری شود و, و بعدا یا در مراحل بعدی زندگی ما یا در زمانی که سن ما پیشرفت میکنه مهم. سبب ناتوانی و معیوبت در ما نشه یک جهان تشکر دکتر صاحب خیلی عزیز و محترم که امروز در بخش نبز سلامتی تشریف آوردین و مورد بسیار خوب و مهم را همراه ما و بینندای عزیز شریک کردین در رابطه به دردهای گردن حالا مگر کدام پیام گفتنی دارین بفرمایید خب تشکر از شما و خدا کنه که صحبت های ما قابل درک و فهم به بیننده های ما بوده باشه و از اونها استفاده کرده باشن حتماً بودن شده. و در آخر پیام است که به تمام هموطن های ما ورزش کنین تا صحتمند باشین سلامت باشین دکتر صاحب اوقات خوب و خوش برتان میخوایم انشالله که در برنامه بعدی هم همکار بخش نبض سلامتی باشه انشالله ما در خدمت وقت خوش داشته باشید از شما هم یک دنیا تشکر میکنم کنم عزیز و مهربان از اینکه تا این با ما بودین و بخش های مختلف نبض سلامتی را به خاطر دیدن انتخاب کردین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین